خانم دکتر سلام، خیلی ممنون که وقتتون در اختیار ما گذاشتین. علائم سرفه خشک و تنگی نفسی که اورژانس کشور اعلام کرده که مردم باش درگیر هستن، میخوان تماس بگیرن، چطوریه؟ آها، ببین، اگر که شخصی دچار تب بالایی باشه و سرفه‌ای داشته باشه در حدی که حس کنه که مثل مریضی‌های دیگه است، مثل سرماخوردگی، خیلی آزارش نمیده، اون وقتی که میتونه استراحت بکنه، مایعات زیاد بخوره، خیلی زیاد باید مایعات بخوره، مایعات ولرم به خصوص، و بعد استراحت بکنه توی خونه. اگر دید که سرفه‌هاش خیلی شدید شد، دیگه طاقتش داره، یعنی دیگه داره واقعا آزاردهنده و عجیب میشه، تبش داره بالا میره و حال خوشی نداره، حتما بایستی که تماس بگیره برای اینکه خودشو برسونه به یک بیمارستانی. میتونه در این حالت برای اینکه جابجا بشه با اورژانس 115 تماس بگیره. ولی اگر سوالی داره، میخواد بپرسه که علائمش رو بگه، حالش رو بگه، توضیحاتی بگیره، مطلبی رو میخواد سوال بکنه، 115 اینجا دیگه پاسخگو نیست. پاسخ سوالات کرونایی مردم رو نمیده. یه شماره 40-16-66 و شماره 190 این شماره هستن که پاسخگو درباره مسائل هستن که پیرامون بیماری کووید 19 است. ولی خب میتونه هم که خودش به هر ترتیب با کمک اطرافیانش به یک از بیمارستان‌های معین در این مسیر مراجعه کنه، که معمولا ما هممون تو تهران بیمارستان مسیح دانشوری رو میدونیم که الان قطب در واقع پذیرش و مداوای این بیماره.